شما شاگردان عزیز، انشالله که جانتون جور باشد. امروز میخواهیم که سوالهای نمونهی صنف هفتم رو با هم کار کنیم. فصل اول، دوم و سوم رو با هم کار کردیم. امروز فصل چهارم که آخرین فصل از کتاب صنف هفتم شما میباشد را با هم سوالهای نمونهی آن را کار میکنیم. نمبر ارتباطی برنامه 2964-780-255-40 سزدست که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید در فضای مجازی. فصل چهارم کیمیا صنف هفتم در رابطه با عناصر مهم در زندگی ما و شماست که عناصر مهم زندگی اکسیژن، نایتروژن، کربن و نایتروژن است که هر کدام را جداگانه با هم در این فصل کار کردیم. در فصل چهارم می‌رویم که سوال‌های نمونه‌ای را با هم کار کنیم. با حل سوال‌های نمونه‌ای فصل چهارم با ما همراه شوید. سوال اول، چند فیصد بدن انسان را عنصر هیدروژن تشکیل داده است؟ گزینه الف 20%، ب 10%، جیم 50% و دال 80%. خب در متن درس یاد گرفتیم که عنصر هیدروژن 10% کتله بدن انسان را تشکیل می دهد. پس جواب صحیح می شود گزینه ب. سوال دوم، کدام گاز سبکتر از همه گاز هاست؟ الف اکسیژن، ب نایتروژن، جیم هیدروژن و دال کربن دی اکساید. از بین عنصرها و عنصرهای مهم زندگی که ما و شما با هم در درس کار کردیم، عنصر کدام عنصر به صورت گازی از همه عنصرها سبکتر بود؟ گاز هیدروژن. پس جواب صحیح می شود گزینه جیم. سوال سوم، برای تبدیل روغن مایع به جامد از گاز جای خالی استفاده می شود و در عصر حاضر در بالون ها از گاز جای خالی استفاده می شود. الف اکسیژن هیدروژن، ب هیدروژن هلیوم، جیم هیدروژن هیدروژن و گزینه دال هم نایتروژن هیدروژن. برای تبدیل روغن مایع به جامد یاد گرفتیم که ما از عملیه هیدروژنیشن استفاده می کردیم که به مرکب مورد نظر که روغن مایع می باشد عنصر هیدروژن را علاوه می کردیم. پس دخانه خالی اول نوشته می کنیم که هیدروژن. دخانه خالی دوم گفته در عصر حاضر در بالون ها از چه گاز استفاده می شود؟ در متن درس ما و شما یاد گرفتیم که از عنصر هیدروژن در گذشته در بالون ها استفاده می شد که برای مسافرت ها از آن استفاده میکرد. اما با توجه به خصوصیاتی که عنصر هیدروژن داشت، امروزه در عصر حاضر در بالون ها از عنصر هلیوم استفاده میشد که جایگزین گاز هیدروژن شد. پس به دنبال گزینه هایی میگردیم که خانه خالی اول هیدروژن باشد و خانه خالی دوم هلیوم. پس جواب صحیح میشود گزینه ب. سوال چهارم، چند حصه از هوا را گاز اکسیژن تشکیل داده است؟ گزینه الف 1/4 حصه هوا، گزینه ب 1/3 حصه هوا، جیم 1/5 حصه هوا و گزینه آخر هم 25% هوا.
گاز اکسیژن از جمله گازاتی بود که حصه چند حصه از هوا را تشکیل داده است را به داخل متن کتاب درسی شما یاد گرفتید. حدود 1/5 حصه هوا را گاز اکسیژن تشکیل می داد یا حدود 20 یا 21% از هوا را. پس جواب صحیح می شود گزینه جیم 1/5 حصه از هوا را گاز اکسیژن تشکیل می دهد. سوال پنجم، برای ساخت زیورات از جای خالی استفاده می شود. در ساخت زیورات اگر یادتان باشد ما از الماس استفاده می کردیم. پس در خانه خالی باید نوشته شود الماس. سوال ششم، گرافیت برای ساخت جای خالی به کار می رود. از جمله شکل‌های کربن که شما در متن درس یاد گرفتید، یک تا از شکل‌های کربن گرافیت است. گرافیت در ساخت پنسل ها به کار گرفته می شود. پس در خانه خالی نوشته می کنید پنسل. سوال هفتم، سه نمونه از کاربرد های نایتروژن را نوشته کنید. ما در متن درس در کتاب صنف هفتم فصل چهارم یاد گرفتیم با کاربرد های عناصر مهم زندگی، از جمله عناصر نایتروژن. از جمله کاربرد های عناصر نایتروژن یاد گرفتیم که نایتروژن در مرکباتی مانند تیزاب شوره یافت می شود. تیزاب شوره دارای فرمول مولکولی HNO3 بود که در ساختار آن عنصر نایتروژن موجودیت داشت. از تیزاب شوره در ساخت بارودها و مواد انفجاری به کار گرفته می شود و استفاده می شود. پس یک جور از کاربرد های نایتروژن در مرکب چی است؟ مرکب تیزاب شوره که در ساخت بارود استفاده می شود. مورد دیگه کاربرد نایتروژن یا مرکبات نایتروژن در نایتریت نقره است، AgNO3، که در ساختار مورد نظر AgNO3 عنصر نایتروژن موجودیت دارد و از نایتریت نقره در صنعت عکاسی استفاده می شود. و کاربرد دیگه که نایتروژن دارد، عنصر نایتروژن در مولکول یا فرمول NH3 امونیا یافت می شود که از امونیا به عنوان سرد کننده در یخچال ها استفاده می شود. پس سه نمونه از کاربرد های بسیار مهم نایتروژن در فرمول تیزاب شوره که در ساخت بارود استفاده می شود، همچنان در ساخت امونیا که به عنوان سرد کننده یخچال ها و در AgNO3 نایتریت نقره با عنوان استفاده کننده در صنعت عکاسی استفاده می شود. سوال هشتم، از بین عناصر مهم زندگی کدام یک بیشترین بخش از کتله بدن انسان را تشکیل می دهد؟ خب از بین عناصر مهم زندگی که ما و شما یاد گرفتیم باید با هم مقایسه کنیم که هر کدام دارای چند فیصدی از کتله بدن انسان را تشکیل داده است و ببینیم بیشترین آنها کدام است. عنصر هیدروژن را در متن درس یاد گرفتیم که حدود 10% کتله بدن را تشکیل داده است. عنصر اکسیژن را یاد گرفتیم که حدود 65% کتله بدن را تشکیل داده است. دیگر عناصر نایتروژن را یاد گرفتیم که حدود 3% کتله بدن را تشکیل داده است و سهم دارد. و همچنان آخرین عنصر کربن را یاد گرفتید که حدود 18% کتله بدن را تشکیل داده است. پس از بین اینها عنصر اکسیژن که حدود 65% کتله بدن را تشکیل داده است بیشترین مقدار فیصدی است. پس در اینجا جواب می شود عنصر اکسیژن با 65%. سوال نهم، کربن به چند شکل یافت می شود؟ با مثال تشریح کنید. ما با انواع شکل های کربن آشنا شدیم در متن درس. با توجه به ساختارهایی که داره و درجه سختی که داره، کربن به 3 شکل در طبیعت یافت می شود. یا به شکل زغال بود، یا به شکل گرافیت بود، یا به شکل الماس بود. که الماس در مقایسه با گرافیت و زغال درجه سختی بلندتری داشت. به همین خاطر از الماس در ساخت زیورات استفاده می شد. از گرافیت در ساخت پنسل ها استفاده می شد و زغال هم از جمله شکل های کربن است که تحت طبقات زمین تحت فشار
و حرارت که قرار می گرفت به مرور زمان تبدیل می شد به زغال سنگ. پس شکل کربن را در اینجا جوابش دادیم که می شود گرافیت، الماس و زغال و مثال های هر کدام را هم با هم کار کردیم. سوال دهم، کدام عنصر در چراغ های اکسی استیلین برای لحمکاری استفاده می شود و کدام عنصر در احتراق مهمترین نقش را بر عهده دارد؟ در چراغ های اکسی استیلین که عکس آن هم در تصویر کتاب درسیتان آورده شده است که بسیار مهم است، ما از عنصر اکسیژن استفاده می کردیم. عنصر اکسیژن از جمله عناصر مهم زندگی بود که در چراغ های اکسی استیلین استفاده می شد برای لحمکاری. و همچنان در عملیه احتراق یا عملیه سوختن هم اولین عنصری که مورد استفاده قرار می گیرد و مهم و ضروری است عنصر اکسیژن است. پس جواب هر دو بخش این سوال می شود عنصر اکسیژن. سوال 11، کدام دانشمند اکسیژن را از حرارت دادن اکساید سیماب به دست آورد؟ شما در متن درس باز یاد گرفتید که از حرارت دادن اکساید سیماب در لابراتوارها عنصری به دست می آمد به نام عنصر اکسیژن که برای اولین بار دانشمندی به نام پرسلی آمد عنصر اکسیژن را از حرارت دادن اکساید سیماب به دست بیارد. باید فرمول معادله تجزیه حرارتی اکساید سیماب را هم شاگردان عزیز شما یاد داشته باشید که برای یادآوری بر روی تخته سیاه فرمول یا معادله کیمیاوی مورد نظر را با هم نوشته میکنیم. دانشمندی که آمد عنصر اکسیژن را از تجزیه حرارتی اکساید سیماب به دست آورد دانشمند بود به نام پرستلی. خب معادله کیمیاوی را نوشته میکنیم، اکساید سیماب که HGO هست در اثر تجزیه حرارتی تبدیل می شود به عنصر سیماب و اکسیژن. معادله رو هم اگر توضیح کنید، تعداد عنصر سیماب در دو سمت معادله با هم مساوی است، تعداد عنصر اکسیژن در سمت راست معادله 2 تا است، در سمت چپ 1 تا است. پس یک ذره بدو در اینجا باید قرار بدیم، چون تعداد سیماب عنصر سیماب شد 2 تا، پس یک ضرب 2 هم در اینجا باید قرار بدیم که تعداد عنصرهای سیماب در دو سمت معادله با هم مساوی شود. سوال 12، تصویر زیر استحصال چه عنصری را نشان می‌دهد؟ معادله آن را نوشته کنید. خب در متن درس در فصل 4 اگر یادتان باشد این تصویر برایتان آشنا است. تصویر نشان دهنده چی است؟ چون در یک ظرف آب که H2O هست شما مشاهده میکنید، در ظرف آب شما 2 الکترود رو در اینجا مشاهده میکنید که به سیم های متصل شده است و در آخر هم به یک باتری وصل شده است. شما در انتهای هر کدام از الکترون ها گازهای H2 و O2 را مشاهده می کنید. این نشان می دهد که از تجزیه برقی آب باعث می شه که عنصر اکسیژن و هیدروژن با وجود بیاید. معادله آن را باید یاد داشته باشین که نوشته می کنید. پس تصویر زیر استحصال چه عنصر را نشان می دهد؟ عنصر هیدروژن را. معادله آن را با کمک هم بر روی تخته سیاه نوشته می کنید. در اثر تجزیه برقی آب باعث می شود که عنصرهای هیدروژن و اکسیژن تولید شود. معادله را اگر توزیع کنید، تعداد اتم های هیدروژن در دو سمت معادله با هم مساوی است، تعداد اتم اکسیژن در سمت راست 2 تا، در سمت چپ 1 تا. پس یک ضرب 2 باید قرار بدیم که تعداد اتم های اکسیژن با هم مساوی شود. چون تعداد اتم های هیدروژن 2 ضرب 2 شد 4 تا، پس یک ضرب 2 هم باید در اینجا قرار بدیم که 2 ضرب 2 می شود 4 تا.
تعداد اتم های هیدروژن هم در دو سمت معادله با هم مساوی می شود. پس در اثر تجزیه برقی آب عنصر هیدروژن یا گاز هیدروژن تولید می شود. سوال 13. بار اول هیدروژن توسط فیزیکدان انگلیسی جای خالی در سال 1799 کشف شده است. عنصر هیدروژن در سال 1799 برای اولین بار توسط یک فیزیکدان انگلیسی به نام کووندیش استحصال شد و کشف شد. پس در جای خالی نام دانشمند کووندیش را نوشته میکنید. سوال 14. از کدام عنصر در تسخین و گرم نمودن خانه ها استفاده می شود؟ از جمله کاربرد های عناصر مهم زندگی که شما یاد گرفتید، عنصر کربن از جمله عناصری بود که برای تسخین و گرم نمودن منزل و خانه ها استفاده می شد. پس جواب صحیح می شود عنصر کربن. سوال 15 که آخرین سوال شما می باشد، کدام شکل کربن تحت طبقات زمین با گذشت زمان به زغال سنگ تبدیل می شود؟ شما با شکل‌های انواع شکل‌های کربن آشنا شدید. از جمله شکل‌های کربن که تحت طبقات زمین تحت فشار و حرارت تبدیل می شد به زغال سنگ عنصری بود یا شکلی بود از کربن به نام زغال که به زغال سنگ تبدیل می شد. خب شاگردان عزیز، حل سوال های فصل 4 کیمیا صنف 7 به آخر رسید. امیدوار هستم که درس سوال ها را به درستی حل کرده باشید و با خود در خانه های خود تمرین کرده باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. موفق باشید. خدایا رو نگهدارتان باشد.